مشتاقیم به اطلاع بینندگان عزیز تلویزیون پارس برسانیم که آنجلو طالبی و تیم بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز هر سه‌شنبه از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس علاوه بر تحلیل اوضاع اقتصادی آمریکا و جهان با راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود. درود بر بینندگان عزیز تلویزیون پارس، من آنجلو طالبی هستم، از روی خط بود برنامه ماست که با همکار دوست عزیز آقای احسان عسکری هم هستم که ایشون هم خیلی خوشحالم که هستن که بشنم. این آقای احسان شما میخوای چاپسن سلام عرض میکنم، منم خدمت بینندگان عزیز، بینندگانی که سالهای سالی که با برنامه ما همراه هستن، از آقای اسی عزیز تشکر میکنم برای اینکه در اتاق فرمان دارن به ما کمک میکنن و در خدمتتون هستیم. خوشحالیم که اینجاییم و برای بار دیگه، و امیدوارم که برنامه براتون مفید واقع بشه. البته اینم اضافه کنم، ما تو هر برنامه‌ای که هستیم، من خودم شخصا تو هر برنامه‌ای بعد از ایمان عسکری هم سپاسگزاری کنیم برای احسان که در هر زمینه‌ای کمک میکنم، از لایسنس هم هستن و در قسمت های ریتایرمنت و تو بازار سهام هم که این خیلی فالو میکنه. البته ما ادوایزی برای بازار سهام به اون صورت نمیدیم، من اینکه مشتری مون باشین، ولی بعد جهت تجربه تحلیل اقتصادی من جوانان ایرانی که در آمریکا هستن و در قسمت فایننس هستن، خب خیلی فایننس زیاده اهمیت داره، چون تمام کره زمین الان بستگی به این خبرهای اقتصادی داره و رابطه پول و تصمیماتی که مردم میگیرن بسیار این تصمیمات مهمه، چون بعضی وقتا تصمیم میگیرین که به تمام عمرتون میتونه تاثیر مثبت یا برعکس تاثیر منفی داشته باشه. من فکر کنم مثلا جان طبق معمول اگه میخوای شما به جلو جلو بازار هست یه مقداری توضیح بدی چی شد امروز، اگه نیست که بله اگه یه چند ثانیه به این فرصت بدید این پس من وراجی میکنم شما برید، من فقط سفر رو میخوام آماده کنم برای اینکه وارد بازار بشیم براتون. من وارد بازار بشیم گفتم من وراجی میکنم، یاد این من اتیمولوژی ریشه لغت یا بیاد دوست دارم، بعد داشتم راجی به دایناسورا و راجی به استخوان بندی هایی که پشت سر هست، بهم ورتبریت، ورتبریت یعنی هر حیوانی که چهار پا یا دو پا، هر جور ماهی، همه ستون فقرات دارن. بعد اون ور رو داشتم نگاه میکردم، وی آر مثل ادورتایز ور، خیلی چیزا داره وی آر توشه، فهمیدم که اینو تموم کنم، فهمیدم که این از لغت همون ورزلان ما که تکرار میشه میاد و در ریشه های چون لغت های این خیلی سافستیکد انگلیسی و لاتین هست، ولی وی آر همون ور میشه که ما مثلا بگیم زیاد صحبت کردن. بفهمید آره، حالا من برمیگردم به الان صفحه‌مو دارم شیر میکنم با اتون که بتونید از اوضاع بازار سهام امروز با خبر باشید. خبری که بیرون اومد، خب مهمترین خبر امروز بود آمار تورم بود که در 4% قرار گرفت نسبت به جون پارسال که 9.2 بود، خب تقریبا نصف بیشتر شده و یک مقدار هم ما شاهد کاهش از ماه قبل بودیم، از ماه می بودیم، به همین جهت. ولی این نان کور یعنی فود و انرژی درش نیست، همچنان تورم در بخش رنت و اینجور چیزا بوده و در مسافرت تورم بوده، ولی اینا ایندیکیتورهایی هستن که نشون میده که داره در آینده ممکنه به کاسته بشه یا کلن رنت، رشد رنت متوقف بشه یا اجاره، ولی اینها بزرگترین عاملای افزایش تورم هستن در حال حاضر، یکی مسکن یا سقف بالای سر و رنت، که به نظر میرسه که در آینده کاهش پیدا بکنه، چرا که آماری که به دست میاد هیچ وقت امروز آماده نیست، باید یه مدتی بگذره تا بتونن ارزیابی بکنن و عددهای جدید برای افزایش قیمت رنت رو در نظر بگیرن. ولی به طور کل تورم رو به پایین هستش، حالا شدتش کمه
ولی رو به پایین هستش و این فردا و پس فردا یعنی 13 و 14 ما شاهد این هستیم که بانک مرکزی جلسه داره و به نظر میرسه که نرخ بهره ها رو کاهش نخواهد داد افزایش نخواهد داد عذر میخوام داو جونز رو میبینیم که 145 واحد افزایش 34212 نزدک 111 واحد 13573 S&P 500 4369 30 واحد افزایش S&P 500 برای سال 2023 مثبت 12% شاید بیشتر ولی وقتی نگاه میکنید چون ویتد اوریجه تقریبا فقط 9 تا کمپانی هم که رشد خوبی داشتن اکثر سهم یا سهام های S&P 500 یا سهام S&P 500 بهتره بگیم همچنان برای سال 2023 رشد چندانی نداشتن اگر که خیلی باشه 1 یا 2% و این نشان دهنده اینه که چقدر این رالی که در این چند ماه گذشته ما مشاهده کردیم خیلی وابسته به تکنولوژی و تک بوده. جناب طالبی اگر شما میخواین نکته ای رو بگید. همه رو خوب کاور کردین. قسمت جالب صحبتتون هم من دیده میشم که من قسمت الان میتونیم چون من بخواستم مقدار سوال کنم میتونیم برگردیم اینجا قسمت جالبی که گفتی بهره رو کاهش نخواهند داد خیلی جالب بود چون دقیقا چیزی گفتی درسته مطمئنن کاهش نخواهند داد چون یه سایتیه که شما میتونی بری راجع به فد بهره رو بالا میبره نمیبره چیز میکنن شرط بندی قانونی هم هست این چیز غیر قانونی نیست که به شرط بعد ما برای چیز بگی که پایین نمیارن 99% پایین نمیارن یعنی مطمئنن پایین نمیارن حالا بالا ببرن نبرن اون درصدهای مختلف بود 40-60% اینا حالا این چه خواهد شد ولی موضوعی نیست که بانک مرکزی چه تصمیمی الان بگیره این موضوعش الان مطمئنن برای کوتاه مدت مهمه ولی من بر اساس این تمه بیشتر 4 دهه که تجربه داشتم من مطمئنم اسلام هم عقیده است شما خود یه زن مقدار لانگ ترم فکر کنید مثلا فکر نکنید معلم بذارم اینو 2 هفته دیگه چه اتفاقی میافته یا حالا اگه تریلر هستین گود لاک یعنی خود براتون شانس آرزو میکنم اما این ربطی آرزو نداره چون من میتونم بگم هر کسی این برنامه رو نگاه میکنه که تریدینگ میکنه اگه شرط بندی باشه من شرط میبندم که من دست میده این احتمال از دست دادن بیشتر از اینکه احتمالی این که ممکنه دفعه 2 برابر 3 برابر بشه ولی آخر که از کازینو میایم بیرون جیبا خالی میشه اینو شما خودتون دیدین از فامیلاتون و غیره حالا شما میتونید در این بازار باشین فقط در بالا رفتنش میگن upside potential downside risk protection downside protection هر چیزی که اپساید پتانسیل لغت یاد بگیریم پتانسیل بالا رفتن و من این قسمتش هم ترجمه کنم دانساید پروتکشن یعنی حفاظت از پایین اومدن و احتمال رشد کردن پس شما چیز دارین حفاظت دارین اگه بره بالا مثلا سال دیگه این وقت اکان شما اگه رفته باشه بالا همونجا دیگه میمونه این چیز میگه من اگر رفته بود بالا باختم پولم بود. و به نظر من شما در حسابهایی که تو آمریکا از اینجا استفاده کنید همینطوری که فری وی استفاده میکنید از این انجین مهندسی مالی آمریکا که به نظر من که علاقه من به همین به احصایی و آمار و اینجور خیلی علاقه دارم باور نکردنی چگونه میتونن کارهایی که میگن و بیشتر از 100 سال این وقت نشده یه چی بگن انجام ندن تا این تو آمریکا اتفاق نیفتاده و قدرت آمریکا به خاطر قولای کمپانیشه اگه اینا خب اینجا هم مثل کمپانی های بیسکویت سازی هیچ هم چیزی پولاد و اینا میتونستن خیلی کارهای اشتباه بکنن ولی میدونن که سیستم خوبه حالا شما میتونید حسابی بذارین که برای شما یک نوع لایف استایل یه معنی داشته باشه چون فقط بالا رفتن و پایین اومدن باشه کمیکال برینه و یه نوع چیز شدنه مثل اینکه شما رفتی قرص زدی یا اون ربطی به اون برنامه‌ریزی مالی نداره برنامه‌ریزی مالی اینه که شما تخصیص بدین که فرضاً این پول رو دارم میذارم برای بازنشستگی این پول رو میخوام بذارم اگه فوت اتفاق افتاد خانواده من یه چی داشته باشن که تنها چیزی که تو آمریکا بدون هیچ محدودیتی میتونیم به فرزندانتون بدون مالیات من با یه آقای سوال میکردم 64 سالشون بود خانمشون 59 راجع به لایف اینشورنس نمیدونست وقتی فهمید چوکه شده بود
گفتم چی بهش گفتم الان پول تو بانک گذاشتی چه بنفیت؟ لغت بنفیت توش از گفت نه. گفتم نگاه کنید جناب شما به شما پولتون گفته نیه میدن یه درصدی هم به شما میدن آیرس هم میگه اون درصدی گرفتی نصفش رو بده به من چون تکسبل سی دی. حالا به چه بنفیت به وجود بیاد؟ گفتم شما به این فکر کن دوست نداری اگه این دنیا به این فرزن $2,000,000 به خانم و بچه‌ها برسه، شما که میخوای پول به شما که با خودت نمیبری، آخر امر اینه که شما یه چی برای خانواده میذاریم. گفت مطمئنا خوبه بگیرم. گفت هیچ مالیاتی نمیدن که چک دستشون میاد تو 3-4 روز و نه دادگاهی راجع بهش هست، هیچ چی نیست، هیچ چی هم نباید ریپورت بدی. گفت اگه همچین چیزی باشه، چون مثلا شما ساختمان میذارین اگه باید بفروشن مدیریت کنن مواظبت از تننت ها بکنن، اگه خراب میشه مینتیننس انجام بدن، درست خیلی چیزا داره. اینجا کش میگیرن بدون مالیات، کش از کین شاه کش. گفت آره این کار رو دوستم بکنم. گفتم الان $500,000 داشتن توی سی دی اینا نشسته بود. گفتم خب با یه کمپانی باور نکردنی آمریکا که بیش از 100 سال هستن، گفتم اینو بزنی $2,000,000 لایف اینشورنس داری الان و بیشتر از اون، اگر اتفاقی برات بیفته که باید بری اصلا مواظبت کنن. دوست داری مثلا از جیبت $20,000 در ما بدی؟ گفتش که نه همچی پول ندارم. گفتم این 1% برای 100 ماه میده، فقط دست بنفیت نیه، اگه هم اتفاقی برای افتاد 100% رو میدم و هم 100 ماه زندگی کنی، چون بهش میگن لاتین. که اگر احسان میخوای راجع به این موضوع مقدار اگر برای من یک چیزی هم هستش که آماده کردم براتون اینا رو نشون بدم. ما میگم این چیزی که نشون میدیم اون بیسیه که شما قادر به دریافت خواهید بود، ولی مهمترین نکته اینه که شما اینو ما بر اساس شرایطتون درست بکنیم و لازمش اینه که تماس بگیرید یه مقدار بدونیم وضعیتتون به چه شکله. تا شما اینو بگیرید میخوام ادامه بدم اونو، تا شما دقیقاً اونو پیدا کنید. نه پیداش کردم، پیداش کردم. و بخشید اوکی اینو الان میبینید صفحه ما رو دیگه. اوکی نکنید این چیزی که جناب طالبی در موردش صحبت میکنن، حالا ما مهم نیستش که در مورد نوع کمپانی یعنی اسم کمپانی، ولی این برای یک شخصیه که حالا اینجا آقا هستن، ترجیحاً شخص سالمی هستن، یعنی وضعیت سلامتی مناسبی دارن که گرفتن سوپر پریفرد اگه واقعا مثلا سیگار نمیکشید یا مسائل پزشکی خیلی خاصی ندارید، تو سن رده سنی 50-60 حتی کار سختی نیستش. ما بارها برای افراد سوپر پریفرد رو گرفتیم با کانکشن ها و افرادی که به هر حال داریم، آندررایترهایی که داریم و با قابلیت هایی که داریم، و بسیار مهم ریتینگ شما تو قیمتتون و تعیین کننده یکی از تعیین کننده های اصلی هزینه بیمه شماست. ولی به طور مثال این یه خیلی ساده من خواستم اینو انجامش بدم، اگر شخصی $200,000 در بانک داره، آیه میدونی کلمه چی کنم، فقط بخوام سن عدد بگم، این میل ایج 55، یه شخص مرد 55 ساله، اگه خودتون نزدیکان خودتون و میخوام اسم تو مغزتون باشه چه شخصی هست، ماهش زره گری شده تازه 55 سالشه، سلامتیش هم خیلی خوبه. حالا این به طور مثاله میدونید، یعنی مجبور نیستی که 55 باشی، شما 45 40 55 60 65 70 هم حتی میتونیم این حسابا رو براتون بگیریم. خیلی اون فقط به خاطر مثال، این چون اصولا میدل ایج محسوب حساب میکنن برای مثالا که هر همه بتونن یه اندازه‌ای باش ارتباط برقرار کنن. من خواستم بگم سن تاثیر در پریمیوم داره، چون اگه شما 70 سالتونه میخواین اینو بگیرین یا 40 سالتونه 70 سال بیشتر قیمتش 40 سال ارزش‌تر باید بده. من فقط این خواستم بگم فکر نکنن این برای سلامتی هم به هر حال خب سلامتی هم. مثلا مهم هستش سلامتی هم. حالا ممکن یه آقای 65 ساله سوپر پریفرد بگیره یا آقای 40 ساله نتونه حتی پریفرد بگیره، به هر حال سلامتی مهمه. ولی به طور کل این بر اساس اون $200,000 که شما دارید میتونید این رو سالی $20,000 به این حساب به طور کل که میشه $200,000 در 10 سال آینده ارائه بدید. و چه کار میکنه برای شما؟ تا آخر عمر، یعنی اگر نگاه کنید اینجا تا سن 125 سالگی که حالا impossible که کسی تا 125 بره، شاید هم احتمالش باشه ولی خب احتمالش کمه، تا
اون زمان شما در قید حیات باشید 100% خانواده ی عزیزان شما 1,000,000 دلار رو دریافت میکنن. تمام این سالها دث بنفیت شما 1,000,000 دلار هستش. اگر که پولتون رو لازم داشته باشید و بخواین که حالا به هر دلیلی یه ویدرایی از این حساب داشته باشید، در بعد از 10 سال و به خصوص در سنین بالاتر، تمام اون پولی که گذاشتید به اضافه یک رشد متناسبی بر رویش رو میتونید بردارید و دیگه نیازمند این هم نیستش که به این پالیسی چیزی پرداخت کنید. یعنی خودش هزینه خودش رو میده. در این حال یه قلک نقدینگی تکس فری هم اینجا دارید. ولی اگر که لانگ ترم کر احتیاج داشته باشید، بر اساس 1,000,000 دلار 1% رو، یعنی 10,000 دلار در ماه برای شما پرداخت میکنن تا 100 ماه. حالا اگه دث بنفیت شما 2,000,000 باشه، 20,000 دلار در ماه تا 100 ماه برای شما پرداخت میکنن. یعنی سه تا جنبه خاص داره. یکی اینکه اگه فوت اتفاق بیفته، 200,000 دلار شما که سالیان سال تو بانک نشسته تبدیل میشه به 1,000,000 دلار تا آخر عمر و تایید شده و تضمین شده. دو، اگر که خودتون قبل از اینکه فوت اتفاق بیفته نیاز به کمک داشته باشید، مراقبت داشته باشید، 10,000 دلار تا آخر عمرتون یا تا 100 ماه میتونید دریافت بکنید از این حساب که تا اون تمام 1,000,000 رو در قید حیاتتون بگیرید. همه اینا هم تکس فری هستش. و اگر که پول لازم داشته باشید یا به هر حال یه لیکویدیتی لازم داشته باشید، میتونید از کش ولیوتون که پس از در سنین بالاتر همیشه بیشتر از پول خودتون و حتی رشد قابل توجه، مثلا در 85 سالگی 200,000 دلار شما نه تنها 1,000,000 دلار رو برای شما به فراهم آورده، نه تنها 10,000 دلار در ماه رو برای شما به همراه آورده، بلکه همچنان 400,000 دلار خواهید داشت تا بتونید از اون استفاده بکنید سنین بالاتر که مقدار بیشتر میشه. و بسیار مهمه که این برنامه باشه که درستی برای شما تنظیم بشه، شخصی که این برنامه رو براتون انجام میده تخصص داشته باشه، بتونه دیزاین بکنه، بتونه نوع پرادکت رو درست انتخاب بکنه، بتونه کمترین مقدار کاست آف اینشورنس و کاست آف پریمیوم رو برای شما داشته باشه. و ما در این زمینه واقعا تخصص داریم و قادر خواهیم بود که بهترین رو برای شما پیدا بکنیم. ما یک سافتوری رو در دفتر داریم که تمام کمپانی های بیمه آمریکا رو میتونیم ریسرچ بکنیم و بهترین حساب رو در روز بر اساس نرخ‌های روز، نرخ‌های تازه برای شما پیدا بکنیم. یعنی غیر ممکنه حسابی شما از ما بگیرید که بهترین حساب حال حاضر در حال این در این تاریخ آمریکا نباشه، چون این سافت‌ویر بسیار سافت‌ویری که فقط اینستیتوشن ها و به قول معروف کمپانی های بزرگ بهش دسترسی دارن و میتونن این کار رو برای پریفرد کلاینت هاشون انجام بدن. ولی ما اینجا این رو برای تک تک کلاینت هامون انجام میدیم و سرویسی که ارائه میدیم در نوع خودش بی نظیره و از جهت دریافت بیمه عمر و مزایایی که پیرامون اون قرار داره، فکر نکنم بتونید دفتری رو پیدا بکنید که بتونه تا این درجه تخصص و ریزبینی برای شما یه برنامه بیمه عمر رو به وجود بیاره که خیلی فراتر از فقط بیمه عمر میتونه باشه و تأثیرش تو زندگی شما به شدت میتونه در زمانی که خدای نکرده احتیاج داشته باشید شاهد باشه. بزرم جان تالی، میخوایی شما؟ بسیار مناسب صحبت کردیم. من چیزی که اتفاق افتاد که سالها پیش تو کنزاس سیتی بودم، اون که مثل کایزر روی شاد رو نیستن، ولی همه هم ازش میترسیدن. تو اون ایجنسی من 86-7 تا ایجن بود. بعد اونو من اینطوری براتون بگم، فکر کنید شما یه شخص ترین صحبتی که میکردیم، البته بذار اون چیزی که انجام داد بگم. ما وقتی هم بودیم، آدم من اون زمان 22-23 سالم بود، زن بچه داشتم، ولی کسایی بودم زن 45-50 سالشون بود. خب اونا هم داشتن کار میکردن دیگه، حالا یا شروع کرده بودن یا من تازه شروع کرده بودم، ولی آدمایی بودن که مثلا 10 سال کار میکردن، حالا اومده بودن اونجا. بعد من آقای رفتی که قهوه بخوریم، دانکین دونات هم بود یادمه، و
بعد کنزاس میزوری یه ایالته که یه خیابون شما بر خیابون بدین کنزاس این بر میزوری خیلی جالبه. یعنی شما وارد یه ایالت دیگه شدین و همین جایب لایسنس قوانین همه فرق میکنن. بعد ما قسمتی کنزاس بدیم با شما میرم فرقی کارس میزوری چیز کردم اینا گفت با من زن دارم دوتا بچه دارم اینا گفت پنی داری تو کافه گذاشت که آره چند پنی دارم گفتش الان تو خانم و بچه ها تا این فوت بکنی چی میشه گفت فکر نکرده بودم گفت خب حالا فکر کن تو برای خیابون میدیم فکر کرده گفتش که خب لازم دارن پول لازم دارن اینا گفت کی گفتش کی قرار فوت کنی من خمال همه خندیدیم گفتش گفتن که از کجا میدونم کی میخواه فوت کنم گفتش پس اگه ممکن از این خیابون رد شدی ماشین بزنه فقط تو مرد شوختری بود فقط تو رو بزنه تو کشتش ما همه زنده بمونیم گفت نه من چی انجام ندادم گفتش که یه دلار من دارم دوست داری یه پنیتو به من بدی اگه اتفاقی برات الان افتاد من یه دلار به خانه بچه‌ات بدم یعنی صد برابرش میشه درست یه پنی میشه صد برابر اون یه پنی بعدش گفتش که سال دیگه نموردی خب نموردی ولی یه پنی دیگه به من بده بعد این همینطوری که گفت ده سال ده تا پنی گفت به من بدی ولی گفت تا آخر اون هر اتفاقی برد بیافته این یه دلار من به خانم میبینم و دولت هم میگه هدیه است هیچ مالیاتی نباید روش بدی و تمام قضات آمریکا هم میگن جودیشال سیستم تو آمریکا میگه که تو تکس نباید بدی البته کلیفورنیا ریپیل شد حالا شما ایالتهای خودتون اینقدر آمریکا ایالت داره اونو باید خودتون بدیم چون خیلی عوض میشن ولی مهمترینش فدرال گورنمنت میگه نه هیچ وقت مالیات نمیدی و اگرم درآمدم بگیری به صورت درآمد مالیات نمیدی اگرم رفتی بیمارستان خدا شما آقا رفتی بیمارستان تو برای یه پنی که دادی بر اون 10 سال اگر یه اتفاقی برای بیفته من یه پنی میدم برای 100 ماه من میگه مثلا در چون اشخاصی که احتیاج به لانگ ترم کیر دارن انقدر زندگی معمولا نمیکنن معمولا یعنی نه معمولا نمیکنن از سمپل از دس ولی گفت 100 ماه برای این میگم باید گفت اگه تو مثلا بگی نه احساس چون همه نگاه میگن یعنی چی چه همچین چیز خوبی داره بهت میگه همه ازش میترسیدیم ولی آقای گفت راست میگی و خود اون شخص به ما داشت نشون میداد چگونه you build need you need it یعنی احتیاج رو باید احساس کنید اگه شما خانم و بچه ها دارین توی آمریکا 45 50 55 60 65 و اگر 70 75 80 هم تا بگم که شما بعد 10 میلیون دلار مالیات بر ارث بچه‌هاتون بدن حالا این اسپکتروم این تیفی که هستش از این شروع میشه یه شخص معمولی که تازه زندگی شروع کرده تا اون آخر اگر نه آمریکا وجود نداشت اگر هم چیز ماتماتیکسی نبود ریاضیاتی که نبود تکنولوژی میومد ولی مردم چون مواظب جونشون کسی نبود اینقدر چیز سیستم ها وجود نمیومد حالا این کمپانیایی که در اون زمان من اسمش میگم چون اکسپریانس هم دارم میگم یه محصول به خصوص یعنی پرودنشال بود منم رایسس پلایت هم بود پرو پرو یعنی اینقدر من دوستش بگرم مادر پرو یعنی چون مادر تمام اینشانس کمپانی ها یه بزرگترین تو دنیا در مزام بزرگترین تو دنیا بود الان دیگه کانگلومراته چون قدر کمپانی ها و سیاستن تخصص های مختلفه بعد این هم به شما دارم میگم اگه شما اصلا 50-45 زن و بچه داریم این فکر کنیم من چشاتون ببندی اگه من میشم دارم خونه ماهانهی که من میدونم هر مادرم میدم اینا که نمیدونم این دختر مثلا مادرش ناراحت بشه دختر من چی میشه پسر من چی میشه خب پس اگه شما نباشید یه مانی ماشین ببخشید میگم مانی ماشین واقعا هست و ریاضیاتش هم هست HLV Human Life Value خب اون دیگه نیست باید اون رو جایگزین کنید مگه این که میخوایی رنجشون بدید که مطمئنا شما اینطوری نیستین بگه من اگه مولم به در غلطی کردن من فکر نکنم یه ایرانی باشه که اینو بگه ما خانواده ما همه خانواده دوست هستیم من فرهنگی ندیدم به اندازه ایرانی‌ها به خانواده‌شون وابسته باشه شما اگه دیدین به من بگین که کدوم کشوری که اینقدر مادر پدرها با بچه‌هاشون علاقه دارن ولی شما نمی‌خواید تو این کشور هر چی باشه غریبم یعنی اونجا خلاص هر چی باشه همدان و سمنان و تهران و جای میتونن اینجا میتونن برن ولی موضوع اینه که شما میخوای اون غرورشون شکسته نشه سرشون بالا باشه اگه مثلا یه اینجا شروع کنم بکنن اینجا شروع کنن چرا نه حالا شما میگه من باید در تو ساختمون گذاشتم خب چیکار میخواد بکنه اگه میخوایم بدونی خیلی بچه ها دوست ندارن پورفولیوی پدر مادرشون حالا اون که 10% 20% دوست داشته باشن
مثلا شما، من هالیوود از میشناسم اشخاصی که ساختمانای خیلی خوبی هم دارن، بچه‌هاشون نویسنده هستن برای فیلم یا میوزیشنن، نمیخوان. به من گفت با گسنیش من نمیخوام داشته باشم. حالا بعد بفروشن، چون شما دوست داری در این نمیشه که اونها هم باید دوست داشته باشن. حالا بفروشن، باور کنید از پین این روی من یعنی دردیه. یعنی شما بخواین اینا رو بفروشین، حالا که پدر رفته یا مادر رفته، حالا باید اینا به مالک محاسبه کنن چی رو بفروشن. دکتر آدم ببین مثلا کنونزیون که نمیتونه اداره کنه، برای همین خوبه بهشون زمان بدید که ستلشن. چون شما رفتید شوکه شدن. و همین این چیزی که الان احسان گفت، خیلی عالی گفت، باید یه تایم و لایف پیس آف مایند، این یه روشیه که شما امنیت در خانواده به وجود میاره. شما نمیخواییم میگن که فوت اتفاق بیفته این چه کاری کرد، هیچی انجام نداد، یا میخواییم بگین که چه خوب بود، یه چی داشت، همه من نمیدونم چی بود، همه خرجا رو داد، همه چیزا رو انجام داد، رفت لانگ ترم کیر، ما یه دلار هم از جیبمون ندادیم، خودشون میفرستادن 20,000 دلار در ما مالیات نمیدادیم. البته این برای 1,000,000، 1,000,000 لایف اینشورنس زیادی نیست، خیلی زیاده که یه ساله ما مثلا دو روزه خرجش، یه ساله خرجش کنید. If you want to live on it for the rest of your life، یعنی بعد تمام اون باز زندگی کنید، اون صورت نیست. و هم فکر نکنید چون 20,000 دلار در سال، به نظر من هیچی مهمتر از این نیست که تمشین سایه بذاری. من چالش میکنم شما میگین چه چیزی مهمتر از اینه؟ اگه دارو و دوایی که شما دیگه اینشورابل نیستین، اگه 20,000 دلار دوا بعد بگیرید شما سالم باشین، 20,000 دلار مثلا میگه 401k هم بذارم، اون چیکار براتون میکنه؟ چون میده بالا میاد پایین، مثل یویو، ایموشنال یویو. اینجا 10 سال میذارید و تکس فری، اون آخرش مهمه. یه نمیدونم اینه که تو نورالوجی هست یه داستانی اکسپریمنته، بچه ها رو میارن بین 4 تا 6 ساله، مارشملو یه چیزی از سفید تو آتیش میزنم، چون نمیدونم پارچه چیه، یه چیزی تو هم سیخ میذاشتن، مثل سیب زمینی بچه بودیم ما میذاشتیم. بعد میزنن جلو بچه، میگن اوکی ما میخوایم بریم بیرون، تو اگه سب کن الان میتونی بخوری، اگه سب بکنی که من برگردم بگم دو تا میگه میخوری. 83% بچه ها وقتی برمیگردن اولی ها رو خوردن، چون نمیتونن. 17% که میگم بعدن چیز کنیم، بهش میگم پوستپون پلژر. منظورم اینه که شما یه پروژه رو الان نمیخواید، پروژه رو اون وقت رو میخواید. و اگر میخواید بدونید تو SAT آمریکا در 25 سال استادی کردن، اون بچه‌ای که مارشملو رو بغل بدن خواستن بخورن، هم SAT‌شون 300 واحد بالاتره، خیلی زیاده، هم خیلی دانشگاهی بهتر میرن و هم جاهای خیلی مهمتر و قویتر میگیرن. شما حالا به این فکر کنید، شما بچه هستی میخوایم الان بخوری یا تریدینگ بکنی، این همه پول از دست میدین، بابا اینو بزنین یه جایی که خانوادهتون مواظبت کنه. شما اگه بچه هستی که میخوایم الان بخورین، باید عوض چیم اون بچه‌ای که بعدا میخواد اونو بخوره، حالا خودش هم نخورد، ما مهرورز هم هستیم بچه‌هاش بخوره. من خواستم فرستان این یه مقدار ابستراکت، چون این نامبرایی که الانسان میگفت، این نمبر ها به اساس اسامشن هایی هست که میتونه خیلی بهتر انجام بده. چون سافتور اینا که شما دیدین اون پول روش میکنه، شاخص هایی هست که فقط شما چی اول برنامه گفتم که یادش هست، پتانسیل برای بالا رفتن و محافظت از پایین اومده. این بله. خلاصه مطلب. یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه اینه که مثلا توی مثلا اون تغییری که توی step up in cost basis بعد از فوت ممکنه به وجود بیاد تو آمریکا، که الان بر اساس fair market value قیمت ریال استیت پس از فوت تعیین میشه و اون capital gain میتونه یه مقدار کمتر شه، ولی الان فکر کنید شرایطی که قوانین مالیاتی عوض شه و به طور کل step up in cost basis از بین بره و وقتی که فوت اتفاق میفته، خب capital gain ها همه taxable میشن. خب داشتن بیمه اون خیلی میتونه کمک بکنه که افراد بتونن مالیات بر ارث رو بدن یا حالا کپیتال گین رو بدن یا اصلا بدهکاری ها رو بدن. این اون لیکویدیتی که یک دفعه به وجود میاد به شدت میتونه مثل این میمونه که مثل یه بارونی میمونه برای یه مزرعی که بسیار خشکه و این بارون قشنگ اونجا رو رونق میده و تمام کارا رو راه میندازه برای حالا اون کشاورز. این بیمه اونم این کارو میکنه. و یه نکته دیگه هم که هست، شما به طور کل حالا 200,000 دلار اگه خیلی موفق باشید، خیلی با دیلیجنس، خیلی با توانایی بالا، علم زیاد، مثلا بتونید در بازار سهام مثلا تو 20 سال
هر 10 سال دو برابرش کنید، همچنان پس از اینکه بخواید ازش بیان بیرون کلی مالیات برش باید براتون شامل میشه و کپیتال گین شامل میشه. ولی تو بیمه عمر شما از روز اول $200,000 رو تبدیل کردید برای به $1,000,000. حالا این یه مثال بود، به قول آقای طالبی من $1,000,000 رو استفاده کردم که ضرب و تقسیمش تو ذهنتون راحت تر باشه. ولی خب بر اساس مخصوصا کسایی که کالیفرنیا زندگی میکنن واقعا $1,000,000 به هیچ وجه کافی نیست، حداقل مینیمم $2,000,000 ریکامند میشه برای بیمه عمر به خاطر قیمت پراپرتی یا قیمت مسائل وامایی که افراد دارن و غیره و غیره. ولی به طور کل اگه نگاه کنید از روز اول اون پولی که میذارید و اون دث بنفیتی که اصولا 5 برابر پولی که میذارید حالا بر اساس سن و سلامتیتونه، روز اول بدون مالیات برای شما محسوب میشه و این خیلی ارزش بزرگی داره. در ازاش شما هیچ کاری نمی کنید، هیچ گونه دردسر و استرس و نگرانی نخواهید داشت، تو منیجمنتش اینوالو نیستید و کار خودش رو اوتوپایلوت به قول معروف انجام میده و ما هم به عنوان ایجنتتون مراقبش هستیم، حواسمون بهش هست و بسیار بسیار میتونه چیز خوبی در پورتفولیوی شما باشه و مطمئنا به شدت بنفیشری ها همیشه ما متاسفانه با فوتای متفاوتی روبرو شدیم تو این سالا. بسیار اونایی که دث بنفیت دارن از دنیا رفتشون بسیار شرایطشون متفاوته و خیلی بهشون کمک میکنه تا بتونن اگه بدهی باشه یا کمبودی باشه اونو بلافاصله جبران کنه و منجر به فروش چیزی یا تقسیم مسائل و اینها نباشن. و بدون شک تماس بگیم، من فقط یه بار شماره تلفن رو بگم 310-259-000 310-259-000 و وبسایت ما سری بزنید bhfinancialplanners.com bhfinancialplanners.com و میتونید از اونجا اطلاعات تماس ما رو پیدا کنید که تماس بگیرید تا در خدمتتون باشیم. صداتون نمیاد. اینا چون من ویلشر بولوارد توی لس آنجلس هستم، که شما اگر لس آنجلس نیومدین حتما تشریف بیارین، حتما آفیس ما تشریف بیارین، حالا چه بزنس باشه چه بزنس نباشه. من خیلی دوست دارم دعوتتون کنم به آفیس، اگه شما لس آنجلس هستین یک بار قدم رنجه بفرمایید، اگه دوست دارین حالا میتونیم با هم بخوریم اینجا چای و شیرینی. بچه بهترین شیرینی ها رو اینو پیدا میدن، کجا پیدا میکنن ولی پیدا میکنن، شیرینی میتونیم با هم بخوریم و شما میتونید راجع به بزنس زندگیتون بگم فاینانشال تراپی یه نوع درمان هم هست، ولی چون فاینانشال نویز همه مالی تو مغز مثل مالی خولیا داره اتفاق میفته و هارورد یونیورسیتی این رشته رو داره که شما رابطه این پول با اعصاب هست و مطمئنا اشخاصی که اینو میارن بیرون خیالشون راحت تره تا اونه که تو خودشون نگه میدارن لباسشون رو میگذن و غیره. و این خیلی خوبه که شما از این موقعیت استفاده کنید، همچین تخصصی هست اصلا به طور کل تو امریکا و به زبان فارسی، چون این تخصص وقتی میگم نوروکنامیکس یه رشته است تو نورالوجی و اقتصاد و نورالوجی و سایکالوجی هم توش هست. و اینو برگردیم با اون پنیه چیزی که من ویلچر را داشتم میگفتم، ویلچر ببینید تو آفیس هم تشریف بریم، چون یکی از اولین ساختمانهایی که ایرانیان مهاجر در لس آنجلس البته دهه 60 و 70 دارم میگم که درست کردن زندگی کردن و من واقعا لذت میبرم رانندگی کنم که نزدیکترین چیز شبیه تهران برای من. وقتی میرین تو ویلچر بعدم میرین تو ویس بود که بستنی و بلو 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 و کتاب خونه و همه چی هستش اونجا. حالا برگردیم، داشتم میگفتم اون گفتش که من آره ساختمون دارم چقدر جمعن با هم دیگه بود همون $12,000,000 نت من الان ریال استیت دارم. گفتم برای کی میخوای بذاری؟ گفت برای بچه ها میخوام بذارم اینا. ولی گفتم که گفتم با چی شروع کردی؟ گفت $1,000,000 داستان زندگی شو. گفت گفتم آفرین. ولی گفتم که الان اون زمان با اونقدر شروع کردی الان بجای $12,000,000 اگه $10,000,000 دستت بود به اون فکر کن برمیگشتی گفت $1,000,000ش میکردم اینا. گفتم خب پس تو اگه با $12,000,000 میتونی بروش کنه با $10,000,000 هم میتونی. گفت چه فرقی میکنه؟ گفتم گفت چی؟ گفت آها حالا این $2,000,000 رو گفتم دوست داری بذاری یه جایی که مطمئنن مطمئن میشی که این پولی که الان داری احتمالش هست که نباشه برای بچه ها یه اتفاقی بیاد. خودش هم گفت چون این دفعه 2008 دیده بود و گفتم که خب نمیخوای مطمئن باشی برای اینا $10,000,000 مطمئنا میرسه که مالیات نه باید چیزی بفروشن نه مالیات باید بدن نه رو ریپورت بدن کش هم بهشون میاد
شوخی داره میکنی، گفتم شوخی نمی کنم. به این فکر کن تو 10 میلیون بکنی، مثلا 12 میتونی 24 بکنی، 10 بکنی 20 میلیون با همون چیز. حالا اون 20 میلیون به اضافه 10 میلیون، این سانتی میگفت چون با اون 2 میلیون میتونی 10 میلیون دلار دث بنفیت بگیره. اگه نیا کنی سال دو تا چهار تا هست، چون اگه 10 میلیون 12 میشه 24، بنابراین 10 میشه 20، اگه 10 میشه 20 تو این مدت زندگانی، حالا این 10 میلیون بهش اضافه میشه 30 در مقابل 24، و اون 24 همه رو باید بفروشه ریال استیت، اینجا 10 میلیونش کشه. این خیلی مهمه، این تزریق نقدینگی بعد از فوت باعث شده که لیمرا، یک ارگانیزیشن 80 ساله تو آمریکا است که این اسم آمار داره، بیشتر از 90% اشخاصی که دث بنفیت داشتن، خانوادهشون هم از نظر عصبی، رجوع به دکتر، طلاق و غیره، فاکتور عوامل مختلف، بسیار کمتر بوده تا اونایی که نداشتن. تو اونا بوده دیپرشن، خودکشی، بریم بخونید. حالا نمیگم این دث بنفیت نداشته خانواده خودشون میکشن، ایرانی اینقدر سمارت هستن خودشون ادامه خواهند داد، ولی کانوینینس، راحتی که این میگه آرامش خاطر، این زندگی هر نفسی که میگیشه ممکنه نفس بعدی نباشه. اون آقایی همون که گفتم کانزاس سیتی بود به من گفت you tell me when your plan is you die design the best plan for you. گفت تو من بود که میخوای فوت کنی، من بهترین پلان برای درست میکنم. چون هم نمیدونه اون not knowing تو آمار احتمالات ریاضی منطق سمبولی که تو ایران استادشان میخونن یک بود وجود نداره، احتمال مرگ و میر، الان که نمیدونه چه این اتفاق میفته. این immediacy یعنی فوریت پول به خانواده تزریق بدون دخالت دولت آمریکا در پرداخت مالیات و خزانه و منابع مالیاتی آمریکا مثل IRS، اینا هیچ کسی سیکشن 101 آف IRS، اولین سیکشن IRS، because it's designed for the needy، یعنی در طراحی شده برای کسی احتیاج دارن. من نمیگم من بچه ها میلیونر بشن، همونطور که احسان گفت، مثلا در جنوب کالیفرنیا چون دو تا گس استیشن داشته باشیم سفرتون بالای 15 میلیون رفت، دو تا گس استیشن داشته باشیم یا یه ساختمونی، این همه ساختمون تو لس آنجلس صاحبش هستن مردم. برای همین تا زنده هستین این کار رو بکنید. استاک شما حق خرید داری همه زندگیتون. اینی که احسان گفت یک امتیاز، پرویلیج is not a right، جواب لایسنس رایت نیست، حق نیست، پرویلیجی که میتونه شما بگیرن، جواب لایسنس دیگه نمیدونه. همین هم مثلونه، ممکنه بگن دیگه شما کوالیفای نمیشی. من خواستم فقط شدت و عدد اهمیت اینو بگم برای اشخاصی که واقعا علاقه دارن به خانواده هاشون که مخاطب بنده هستن، ایرانیان عزیز. بعد نکته دیگه هم اینه که خب تو این شرایطی که الان درش هستیم و حالا ما خودمون پرو امریکا هستیم و پرو امریکن بیزنس هستیم، ولی از نظر تاریخی و از نظر زمانی به هر حال چند تا نکته است که تا حالا برای اولین بار توشیم، یکی بدهکاری به قول معروف بی انتهای دولت و بالا بودن بهره ها و حالا یه سری کانفلیکت های سیاسی درونی. برای همین خوبه که به خاطر این شرایط الان چیزایی که به عنوان حالا چون این که لایف اینشورنس یه تکس فری هستش، یه پروویژنیه که به هر حال اگه کسی بهش بند بکنه یا پارتی بخواد اینو حالا به خاطر وضعیت دولت مالیات ها رو افزایش بدن، به هر حال ممکنه بتونه تغییر بکنه و تکسبل بشه. یعنی ولی اگه شما این چیزها رو امروز انجام بدید و که همچنان در تاریخ آمریکا پای بر جا بوده، خب اینو به شما تعلق میگیره برای همیشه. به هر حال عقب انداختن مسائل و استفاده از اپورتونیتی که امروز وجود داره بدون شک برای شما موجب ضرر خواهد شد. یعنی مطمئن باشید 10 سال از الان هیچ وقت اپورتونیتی های امروز وجود نخواهد داشت، همونطور که 1 سال از الان هم اپورتونیتی امروز وجود نخواهد داشت. و این بسیار مهمه که شما امروز اگر فکر میکنید که یه فیت مناسبی برای شما هست، این صحبت ها با اون چیزی که در ذهن شما میگذره رابطه داره، بدون شک تماس بگیرید، اطلاعات کسب کنید. ما حتی اگر شما بزنس هم انجام ندید بهتون کمک میکنیم، راهنماییتون میکنیم، بهتون توی دیزاین ها کمک میکنیم. هدف ما فقط اینجا این هستش که شما بتونید مسیر رو مشخص ببینید و بر اساس اون اقدام بکنید و در کنار
تون در این مسیر همراهتون خواهیم بود تا در به قول معروف پیچ و خمای مختلف به هر حال بتونیم کمکتون بکنیم و بهترین نتیجه رو داشته باشید در انتها. شماره تماس ما 310-205-9000 310-205-9000 و دوباره وبسایت ما bhfinancialplanners.com. چون تقریبا 12-13 دقیقه وقت داریم جناب طالبی، میخواین در مورد حساب بازنشستگی هم صحبت کنید یا اگه میخواین من خب روی ازم اقدار تاکید بکنم، چون بعضی وقتا یه صحبتایی هست که میگن ببین نتیجه کارها تا حالا چی بود. من خوشحالم بگم هر کسی که الان این برنامه رو نگاه میکنه با ما حساب باز کردن، همینجوری گفتم سال فرصت هاست، خیلی خوشحالم. اگه چون ما مشتری جدید هر ماه ما مشتری بازار داریم، اونایی که ژانویه انجام دادن، فوریه انجام دادن، هر زمانی انجام دادن امسال، خیلی خوشحالن و هیچ کدوم یک دلار هم حسابشون پایین نیومد. پارسال یکی بدترین سالهای تاریخ آمریکا بوده در استاک مارکت، اگه میخوایم بدونین شدتش از نظر وسعت و عمقش عمیق‌تر از حتی 2008 بود، چون 2008 در یک قسمت سلکتد ریل استیت بیشتر تاثیر گذاشت، ولی خیلی وسیع بود. نه بعد اینجا تمام دنیا این وسعت پیدا بود و باز اومد پایین. شما خیلی رو میشناسین که پولشون رو از دست دادن، نصف شد، بعضی عمل از دست دادن. خیلی کم میبینیم پارسای کسی بگه من رفتش تا سهم بالا، حالا اگه رفتن بالا زنگ نزنید، چون مطمئنم بعضی میگه نمال من رفته بود بالا، ولی به طور کل تو امریکا در تمام امریکا این اومده بود پایین. حالا شما بگین پارسال ما چیکار کردیم؟ خوشحالم بهتون بگم هیچ کسی یه دلار ما کم نشد، نه پارسال نه امسال. این خیلی مهمه چیزی که الان گفتم، نه پارسال کم شد نه امسال کم شد. برای همین این سال فرصت، حتی اون پارسال هم که اتفاقی که افتاد مردم حسابایی که داشتن، من خود خیلی ناراحت میشم، میگم زنگ زدم آقای تاریات است من فوروان که من اینقدر بود گفتین رول اوور کنید، 350 تا بود شده 230 تا، ولی مشتری که با ما انجام دادن هر چیزی که بود همونجا ماند. ما میگیم زیرو از هیرو، حتی بازار 20% بیاد پایین اون پایین نمیاد و فقط در بالا رفتن شرکت میکنه و این بسیار مهمه که اینو بدونید. و یه نکته براتون بگم، شما به نظر یک چیز داره تو دنیا اتفاق میفته، چیزی که صحبتی احسان کرد یه مقدار اون باعث شد که من اینو بگم. شما بریم تو نتفلیکس یا یوتیوب هم میتونیم بذارید، یه چیز هست بهش میگن Kings and Generals. Kings and Generals یه سافرنی، یه البته گیمش هم هست، ولی این انیمیشن تاریخ رو میگه. من اینو براتون یه پسر 19 ساله رفتش، یه آقای 34-35 ساله رو از سروستان رفت توی اتریش تو وین، با تیر زدش کشتتش. البته تیرم نبود، یه از این چیزا بود اون زمان ها، چون اون صورت نبود که هفتگیر اینا نبود. بعد اینو من 1914 این اتفاق افتاد. از اون کشتن از دو نفر، شما تمام جنگ های کره زمین رو با هم بذارید، تعدادش کمتر کشته شده تا اون جنگ جهانی اول. از اون شروع شد و باعث شد که بیشتر از 9 میلیون نفر کشته شن، بیشتر از 25 میلیون زخمی آواره بشن و کووید 19 تمام اینه که شما میبینید به خاطر لجب های ترنچ فایت بهش میگن، ترنچ اونایی که میکندن یه جلو میرفتن توش گلی ملی میشد از این بر به اون بر، که باعث شد حتی یک سوم جمعیت کره زمین اینفکتد شد. یک سوم کووید یک سوم کره زمین نبود، اون یک سوم بود و در ایران یکی از بزرگترین متاسفانه مردم از دنیا برن مثل این دفعه کووید اومد به خاطر تصمیمات اون دم به خاطر جنگ جهانی اول و در جنگ جهانی همون اول همین دوم اشخاص هر چیزی از زندگیشون گذاشتن بره ولی لایف اینشورنس رو نذاشتن. به نظر من خطر جنگیه اگه بگیم بارومتر داریم میره بالا در دنیا در خاورمیانه، به نظرم احتمال جنگ بیشتر داره میشه دیگه. نان اشلان نیست که شما بگین وسط داره اینطوری میگرده، چون دلیل وارد سوالش نمیشیم. اگه به نظر احتمال زیادی هم داره بیشتر بیشتر میشه همیشه، تو به خاطر سات چاینسی نگاه کنی که موشک آمریکا اونا چین و آمریکا، ولی مهمتر از همه خاورمیانه است و خودتون هم میدونید باعث چی است. اون اگه اتفاق بیفته 350 میلیون آدم اونجا هست، نفت هم هست و غیره، شاید بگی که اتفاقی بیفته اقتصاد خراب شه، ولی من مطمئنم بچه های من 10 میلیون میگیرن.
چه هر اتفاقی بیفته، ممکن ساختمان شما قیمتش یک سوم شه، احتمالش حذف نکنید نمیشه، ممکن بازار سهام این هر اتفاقی میتونه بیفته، اقتصاد خراب شه، جنگ بشه، کسی میخواد بدن ساختمان بخره اجاره بده یا قیمتا میاد پایین و برهم، یعنی تشنج دنیا بشه. نمیخوام بترسونم کسی رو، فیر تکنیک اینجا نیست، من اینو دارم بهتون میگم چون تا زمانی که سالم هستین یک حرکت کوچک میتونه یه تغییر بزرگی در آینه زندگی داشته باشه، مثل یک کامپس میمونه، راهنمایی میاد که شما تو اقیانوس یه ذره این ورتر بدین چه یه سر در میارین، سکریفایس کنین یه قسمت از پول که الان دارین بزنین برای مواظبت مراقبت بچه‌هاتون، چون اگه این شروع بود نباشین بیمه نتونین بگیرین احساس گناه خواهید کرد، چرا این کارو نکردم، چون شنیدی از هرکس، اگه کسی میشنبه نکنه یه خودش باید با وجدان خودشون زندگی کنن، چون خوبی انجام بدید. و آره واقعا این خیلی، این مخصوص همون balance of power و اون چیز جنگ قدرت میونه کشوره. خب به هر حال برای سالیان سال همچنان هم با فاصله زیادی آمریکا اقتصاد اوله، ولی حالا چین یه سری ابعادش، یه ابعادی پیدا کرده اقتصادش که خب 20 سال پیش 30 سال پیش وجود نداشته و اینفلوئنس و تأثیر و تنش و مسائل متفاوت، مثلا یکی از جنگایی که ما شاهدش هستیم الان که به شدت میتونه اقتصاد یک کشور رو منحل بکنه کامپیوتر چیپ هستش، یعنی اگر به تنهایی تایوان دیدیم که در دوران کووید قطع شدن سی پی یو آی که تایوان سمای کاندکتر درست میکرد با آمریکا به وحشتناک قیمت ماشین و خیلی چیزهای دیگر تو آمریکا متزلزل کرده بود، و خب اینا یه سری جنگای روانیه و تستیه و به هر حال اینا میتونه تاثیرگذار باشه تو روند رو به بالای ریل استیت. به طور مثال خب 3-4 سال پیش بهره ها تو تاریخ آمریکا پایین ترین بودش، خب مشخصه که تاثیر مثبتی روی ریل استیت میذاره، ولی این منجر به این شده که افراد همه فکر بکنن که ساختار رشد ریل استیت به این شکل هستش و همیشه با اون نرخ رشدی میتونه بره، ولی اگه بهره ها بالا بمونه تاریخ نشون داده که ریل استیت شاید 1-2% در سال رشد بکنه اگه بهره ها بالا بمونه، و خب شما میتونید در جاهای دیگه به شدت استفاده بکنید و به نفع خودتون و حالا داشتن پالیسی هایی که یک کانترکت یک طرف هست، یعنی فقط شما میتونید کنسلش کنید، کمپانی بیمه نمیتونه هیچ وقت اونو کنسل کنه، شما اگه تا زمانی که کاست پریمیوم رو بدید میتونید بیمه رو نگه دارید، خب بسیار چیز محکم و خوبیه، یک کانترکت بسیار قویه که میتونه تا آخر عمر از شما محافظت و مراقبت بکنه. صداتون نیستش. در تایید فرمایشتون چیزی گفتین، همون کینگز اند جنرال، شما یه کره زمین رو نشون بدین که مثلا فکر کنید انیمیشن کارتون ها از چیه، کره زمین پرچم آمریکا اینفلوئنسه، اگه پرچم آمریکا رو مثلا تو تمام اینجوری بود تو خاورمیانه، الان وقتی نگاه میکنید پرچمش روسیه و چینه، پرچم آمریکا به اون صورت نیست، یعنی یه زمانی که اینقدر پرچم آمریکا بود، حالا اون قسمت تایوانی که خودت گفتی پرچم آمریکا اگه بود ببینی پرچم چین بیشتر داره میشه، اون قسمت اینفلوئنس چین در دنیا رشدش، حالا با نمیدونم کره زمین سر اسکندر مقدونی بخوام بگیرن، از نظر اینفلوئنس تو جای دیگه بسیار زیاد شده و به خاطر هر دلیلی هست با خود آمریکایی آینده بیان میگن نه ما نمیخوام، میخوام پرچم اینجوری برگرده دوباره، و این تشنج به وجود میاد، چون شما روی مستقلات رو گفتی سه بار بوده در آمریکا مستقل 90% اومدن پایین، سه بار اتفاق افتاده، دیپرشن اتفاق افتاده از 1896 که بنگ هر چیز بود، 2008 که وقتی ریل استیت اتفاق افتاد، بعضی جام سه تو اوهایو تو فلوریدا تو اریزونا تو اوکلاهاما خیلی اومدن پایین، بعضی اصلا تو دیترویت دیزرویت شد، اصلا ارزشی نداشتن که حراجشون میذاشتن. حالا من نمیگم ریل استیت این اتفاق میفته، ولی میتونه یه 30% بیاد پایین، من نمیگم 90%، 30% 25-6 بار اتفاق افتاده، حالا من 90% رو گفتم سه بار، مثلا 20% خیلی اصلا اتفاق افتاده، مثلا 100 بار اتفاق افتاده، من در طول تاریخ آمریکا رو دارم میگم، یعنی اینکه ممکنه بود برگرده، ولی مثلا یه مدت کوتاهی بود که این اتفاق افتاده، این رو مهنده پایین و دلیلی تا که حالا انسان چیزی کن جالبه، چون میتونه چیز باشه، interest rate risk باشه، ریسک بهره باشه، ریسک مالیات، به این فکر کنید فردا بگن آقا شما دیگه بهرهتون دیداکتبل نیست،
خرچی که اینترست میدیم برای ساختمانی چون دیرکتبل دیگه نیست. خیلی وقت آقایرس که هر کاری میتونه بکنه. اون دیرکتبل نباشه به نظر شما خب ریل استیت خیلی بگن دیپریشیشن دیرکتبل نیست. Part of cost basis for the capital gain. دیپریشیشن همون استهلاک رو بگم. حالا جیوپالیتیک ریسک. پس تکس ریسک بود. اینترست ریسک بود. جیوپالیتیک همین دیگه الان خود رو چیزایی که تنشنی که تایوان هست. این ریسک تو دانشگاه درس میدن. حالا یه ریسک جدید اومده 5 سال پیش تو دانشگاه دو اگه دانشجو اقتصادی هست کورساش اینو میگیرم زنگ بزنم خوشحال میشم. 310-205-9000 شما همیشه میتونید یا پیغام بزنید یا البته راجع به اقتصاد و اگه مسئله خودتون دارین سوال دارین که این ریسک بهش میگن سیفتی ریسک. سیفتی ریسک خیلی حیله‌گره و اون پول تو بانکه. به خاطر سیفتی ریسک اینه که شما میگه آه من پولم تو بانک محفوظه و خیالتون اینه چه شما نامینال فکر میکنی عدد خود نامن فکر میکنی سر ذات همونطوری مونده ولی با تورمی که هست قدرت خرید کمتر شده ولی شما میگه تو بانک خودسرانه میگم بهش میدید ریسک قبول میکنید چون نمیدونید ریسک دارید میگیرید ریسک های دیگه هست استاک مارکت ریسک هست. شما میدونید مارکت ریسک شما میدونید مارکت ریسک هست. ولی اون چون یواشکی این کارو خنده ملم میکنم باهاتون شما فکر میکنید که هر کسی که الان پولش تو سی دی مثلا تو 3 4 سال اخیر بوده ببینید چقدر به نظر من ضرر کردی چون خیلی چیزا بود میتونید سه انجام بدین شما ما احسان میتونه برگردیم به صحبتی که احسان میکرد راجع به بازنشستگی هم که اولش گفتی ما الان یه حساب برنامه داریم به شما نشون میدیم یه حسابی هست که اگه شما 2005 این کار کرده بودین تا حالا چه اتفاقی افتاده بود مثلا برای 500,000 دلار من داشتم نشون میدم به آقایی که اگه تو اون سن بودی این کار کرده بودی تا حالا چه اتفاقی افتاده بود اگر میخواییم بدونید چه اتفاقی افتاده بود زنگ بزنید به عنوان هدیه من اینو برای شما بچه های آفیس میفرستن 310-205-9000 شما بگیم مثلا من اگه 500,000 دلار 2005 یه جا گذاشته بودم اینا مینیمم این حساب 100,000 دلار تو کمپانی ما تا 5,000,000 دلار هم میرن اگه شما میتونید زنگ بزنید 1,000,000 دلار من گذاشته بودم 2005 سال چه اتفاقی افتاده اصلا جان 2 دقیقه بیشتر وقت ندیم بله منم همین من صحبت خاص دیگه ای ندارم حتما تماس بگیرید چه برای ایجاد بیمه عمر که حالا مسائلی که گفتیم چه برای حساب بازنشستگیتون اگه توی دوره ای از زندگانی هستید که واقعا پریزرو کردن و حفظ پولتون براتون مهم شده و دیگه میخواییم با آسایش و آرامش بتونید در دوران بازنشستگیتون ازش استفاده بکنید و بهره برداری بکنید و رشد معقولی داشته باشه و یا در انتها بدون دردسر و به قول معروف مسئله و مشکلی به سادگی به همسرتون منتقل شه یا همسرتون بتونه درآمدی که از اون میگیرید رو ادامه بدید با ما در تماس باشید 310-205-9000 یه نکته بگم احسان وقتی سوال میکرد من اگه هست به من زنگ بزنید توی داخل ایران خارج ایران به سری به سن جوانی احسان راجع به فاینانشال پلنینگ صحبت داره میکنه چون واقعا نیست من نمیدونم کنیم تلویزیون جایی هست که اینطور صحبت رو داره انجام میده از این تخصص و آنستی دلسوز بودن و فارسی صحبت کردن استفاده کنید چون به سن زیاد نیستن به پایین رو ممنون لطف دارید خیلی ممنون بینندگان عزیز روز روزگار خوش مشتاقیم به اطلاع بینندگان عزیز تلویزیون پارس برسانیم که آنجلو طالبی و تیم بیورلی هیلز فاینانشال پلنرز هر سه شنبه از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس علاوه بر تحلیل اوضاع اقتصادی آمریکا و جهان با راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود.